درود و وقت بخیر شما بیننده سرنوش بگونه زنده با من وکیل پساکوی از نور هستید سنگ تعداب لولای گاز تاپی پیش از چاشت امروز توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رئیس جمهوری ترکمنستان نواز شریف صدر پاکستان و حمید انصار معاون رئیس جمهور هند تا یک مراسم ویژه در نزدیکی اشقابات پایتخت ترکمنستان گذاشته شد رئیس جمهور غنی به منظور افتتاح پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند دیروز به ترکمنستان سفر کرده بود آقای غنی در جریان این سفر رسمی دو روزه بر علاوه افتتاح کار ساختمان پروژه پایپلاین گاز ترکمنستان افغانستان پاکستان و هند موسوم به تاپی با قربانقلی بردی محمد اوف رئیس جمهور ترکمنستان دیدار خواهد کرد تاپی بزرگترین پروژه ترانزیت انرژی در تاریخ افغانستان است که با عملی شدنی آن گاز ترکمنستان از راه افغانستان به پاکستان و هند انتقال میکند گفته می شود که 730 کیلومتر اراضی انتقال این پروژه در داخل خاک افغانستان ساخته می شود کارشناسان اقتصادی به با این باورند که تاپی به دلیل دلار آید و فراهم کردن زمینه کار و استخدام برای هزاران نفر در کشور نقش موثر در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان و منطقه بازی خواهد کرد همچنان بر علاوه بر آید هنگفت پولی که دولت افغانستان به عنوان حق ترانزیت از این پروژه دست تا این سی سال اضافه بر آن سه میلیارد متر مکعب گاز از پروژه تاپی نیز به دست می آورد. تاپی یکی از پروژه های بزرگ انتقال گاز در سطح منطقه می باشد که تاریخان در سال 2002 ریخته شد. اما تاکنون تا به دلایل سیاسی و امنیتی این پروژه عملی نشده است. برای بحثی بیشتر روی این موضوع در اینجا در استودیو آقای سید, سید محمد شریف ناصرزاده کارشناس سیاسی و و سید نبی الله سادات، استاد اقتصاد در دانشگاه را با خود داریم که آقای صادات تا لحظات دیگر با ما خواهند پیوست آقای ناصر زاده ابتدا شما را خوش آمدید میگم بگذارید نخستین پرسش شما با شما در میان بگذاریم این که شما از جریان از به جریان افتادن کار پروژه تاپی چیست بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما و بینندگان گرامی شما خدمت شما عرض بکنم که هر اقدامی که باعثی ازی شود که رشد اقتصادی منطقه را و همچنان روابط حسنه را بین کشورهای همسایه به وجود بیاره یک اقدام مثبت اساسی و قابل درک است پایپلاینی که از ترکمنستان آغاز گردیده و داخل افغانستان میشه و بعد پاکستان و از پاکستان به هندستان اینا یکی از پروژه های پروژه هایی است که منافع بسیاری از کشورهای منطقه در اون نهفته است منافع اقتصادی از او افغانستان همچنان از این مسئله سودی بشماری به دست میاره روابط حسنه اقتصادی را بین کشورها با وجود میاره مهمترین مسئله ای است که همسایه های افغانستان با نیت خیری که در ارتباط با رشد اقتصادی است اگر به نگاه نگاه بکنه بدون شک و ترتیب میتانه که ای موثریت خاصی در ارتباط با رشد اقتصادی در رابطه با باوجود آوردن سال در رابطه با باوجود آوردن امنیت و همچنان یک نوع هماهنگی را وحدت و همسویی را در ارتباط با مبارزه با ترور و تروریزم که خودش در مقابل یک همچون پایپلاین وجود داره با وجود خواهد آورد بنابراین نفس خود پایپلین یک اقدام بسیار مثبت و اساسی است و باستابی از در رابطه با صلح در رابطه با مبارزه با تروریسم در رابطه با مبارزه بر علیه تولید و قاچاق مواد مخدر می یک نوع هماهنگی را هماهنگی منطقوی را در ارتباط به وجود بیارد. آقای نصر زاده با توجه به محور قرار گرفتن انرژی در توصیه‌های و انرژی در های کلان اقتصاد جهانی این پروژه عملی شدن این پروژه چقدر می تواند برای کشورهای منطقه مخصوص افغانستان هندستان و پاکستان مهم باشه <searches> به با نظر من بعد اگر کشورهای منطقه بخواهند که رشد اقتصادی خویش را گسترش بتن و در عین حال از منابع طبیعی که در کشورهای مختلف هست و میتونه منافع تمام کشورها را در اونجا به اصطلاح مد نظر گرفته شوه از این مسائل استفاده کنه این اقدام یک اقدام اولی است و یک اقدام مثبت است و میتونه هم در ارتباط با صادرات گاز کشورهای آسیای میانه به کشور پاکستان افغانستان و همچنان این کمک بکنه و هم همچنان میتونه افغانستان از این گاز از این استفاده بکنه و از پایپلینی که در این رابطه درست میشه از این مسائل در جهت بوجود آور... تخلیق کار به وجود آوردن کار استفاده های شایان بکنه و این زمینه سازی میشه در جهت استفاده از منابع طبیعی که منافع کشورهای منطقه را در اون افته و این میتونه کمک بکنه ما را در جهت صلح و ثبات در رابطه با افغانستان منطقه و جهان آقای زاده نگاهی تاریخی اگر نسبت به قضیه ها بیندازیم افغانستان، هند، پاکستان، سه تا کشوری که در بسیاری قضایی ها و در بسیاری از داده ها با هم شریک بودن به نحوی دست داشتند افغانستان و هندوستان دو کشوری بسیار دوست از دیرباز به این طرف تعریف شدن و همین گونه برخلاف این تعریف هندستان و پاکستان دو, رقیب رقیبی بسیار کلان دو رقیبی بسیار دیرینه منطقه ای تعریف شدند با توجه به داخل بودن دست هندستان در این پروژه این پروژه چقدر میتونه از موفقیت برخوردار باشه خب ما امیدوار هستیم که پاکستان نسبت به واقعیت های عینی که در رابطه با منطقه و جهان است یک دید مثبت داشته باشه یعنی دیدگاهش را در ارتباط با رشد مسائل منطقوی تغییر داده باشه و ما فکر میکنم که پایپلاینی که از افغانستان وارد پاکستان میشه این به نفع پاکستان است به نفع افغانستان است به نفع هندوستان است و این منافع تمام کشورهای آسیای میانه همچنان افغانستان پاکستان و هندوستان در این هفته است و ما فکر میکنم که اقدام اولین اقدامی خواهد بود در جهت رشد مسائل اقتصادی که منافع تمام کشورهای منطقه در اون هفته استک و این ما را کمک میکند در جهت از بین بردن تنش در جهت از بین بردن دویت در جهت از بین بردن آنچه که تا امروز نفرت و نفاق و دویت و برادرکشی هست اینها رو ما را کمک میکند در جهت مبارزه علیه آنچه که امنیت اقتصادی امنیت فیزیکی مردمان منطقه و جهان را تهدید میکنه یک هماهنگی را به وجود میاره من فکر میکنم که هم به نفع افغانستان است هم به نفع پاکستان است و هم به نفع هندوستان است هندوستان و پاکستان علرغم اختلافاتی که بین هم دارن با هم همسایه هستند ناگزیر هستند که با هم یک نوع ارتباط ارتباطاتی برقرار بکنه که ارتباط با باعث از این شوه که تنش هایی که بین از اینا به وجود آمده این تنش ها تا اندازه ای کاهش شوه و جایگزین از این تنش ها یک نوع اقتصادی که منافع پاکستان، منافع هندوستان و همچنان منافع منطقه دون افته است میتونم ما را در جهت رساندن به او اهداف اولیه ای ما که بارت از مبارزه علیه تروریسم و به وجود آوردن امنیت صلح و ثبات منطقه کمک بکنند. آقای نصرزاده رقابتی هندوستان و پاکستان یک رقابت منفی بوده در طول تاریخ و نحوی بر سر مسائل مختلفی منفی بوده فکر میکنید این پروژه بتوانه این رقابت را به یک رقابت مثبت در منطقه تبدیل کنه؟ خب امیدوار هستیم یکی از راه که میتونه تنش, تنش, صدا، تنش صدایی بکنه و میتونه که به اصطلاح روابط اقتصادی منطقوی را بین کشورهایی که با هم پرابلم داره پاکستان با افغانستان پرابلم های عدیده ای داره با هندوستان پرابلم های عدیده ای داره و تا به امروز هم ما و شما شاهد از این مسئله هستیم که پاکستان همواره عامل برای دویت نفاق و برادرکشی در داخل افغانستان بوده از گروه های دهشت افکن پشتیبانی میکنه اما فعلا آنچه که اجماعی که با وجود آمده تلاش هایی که در این رابطه صورت میگیره که ما از او پروژه های اقتصادی استفاده بکنیم که پروژه های اقتصادی عام منفعه باشه یعنی منفعت از این پروژه ها به کشورهای منطقه برسه به پاکستان برسه به افغانستان برسه به هندوستان برسه به کشورهای آسیای میانه برسه و این اولین اقدامی است که در جهت امی هدف بزرگ که بارت از تنش زدایی باشه اقدام صورت میگیره امیدوارستیم که بعد از این هم آبهای مشترکی که بین کشورهای مختلف منطقه مورد استفاده قرار گرفته می تانه باشه از اینها هم در جهت به وجود آوردن پروژه های استفاده بکنه که در تمام کشورها منافع دو دا داشته باشه و با این ترتیب آهسته آهسته ما و شما او فضای دویت و نفاق و فضایی که عامل برای پشتیبانی از ترور و تروریسم است این فضا را در یک مسائل رشد اقتصادی که منافع کشورهای مختلف در اون است تبدیل بکنیم من فکر میکنم که یکی از اهداف پایپلین به نام تپی که از طریق افغانستان به هندوستان انتقال میکنه یکی از اهداف است که با رشد مسائل اقتصادی تنش بکنه اختلافات را به حد اقل برسنه زمینه صحبت تفاهم و دیالوگ را با هم بین کشورها با وجود بره و به این ترتیب زمینه ساز شود در جهت گفتمانی که این گفتمان به سود منطقه در جهت به وجود آوردن امنیت صلح و ثبات باشه آقای طبقی که پیشتر شما اشاره فرمودین که هماهنگی را در مبارزه در جهت مبارزه با توریسم این پروژه می ایجاد بکنه مسیر انتقال پایپلاین گاز از ترکمنستان از طریق افغانستان به هندستان و پاکستان یک مسیر پر و پیچ با روی کردی امنیتی بوده یعنی وقتی از افغانستان این پایپلاین میگذره از ایراد میگذره از المن میگذره از قندهار میگذره و مسیر معمولا نامن در سیزده چهارده سالی گذشته در افغانستان تعریف شده و این مسیر در مس... از... از خاک پاکستان هم یک مسیری بسیار نامن از بلوچستان پاکستان میگذره تا برای و به پنجاب به هندوستان وصل شود با توجه به این نکته فکر میکنید که کشورها متحد باشند با در جهت مبارزه با تروریسم و ای ای با جریان با جریان گذاشتن این کاری اولی پروژه خب ببینید اون مناطقی را که شما ذکر کردین در رابطه با افغانستان مناطقی هست که از جانب کشوری خاصی در اونجا یک تعداد نیروها تمویل میشه تسلیم میشه امکانات برشان داده میشه داخل افغانستان میشه و در اینجا عاملی برای جنگ نفاق و دویت میشه مردم را از بین میبره شهرها را سرکار را از بین میبره اگر چنانچه این پروژه باعث عزیز شوه که بتوانه منافع تمام کشورها در اینجا نهفته باشه و پاکستان به می مسئله رسیده باشه که از طریق خشونت درگیری و از طریق فشارهای نظامی به هیچ وجه به اهدافش نمیرسه و ما متعقن استم که هر اندازه که پاکستان نسبت به مسائل افغانستان فشار بیشتر بکنه مزاحفتر بکنه به همو اندازه در ارتباط با جهان یک چهره کری زشت و یک چهره میگرده که آیسا جهان نسبت به روگردان خواهد شد پس بنابراین ضرورتی است که یک نقطه جایگزینه جهت به وجود آوردن تفاهم جهت به وجود آوردن دیالوگ جهت به وجود آوردن فضای همزیستی مسالمت آمیز به وجود بیاوریم یکی از راه‌های معقول و منطقی که بین از ای کشورها میتونه منافع تمامی از کشورها را در اون هفته بکنه همین مسئله پایپلاین که از ترکمنستان وارد افغانستان و پاکستان و هندستان بشه میتونه با وجود بیاره در مناطق افغانستان در مناطقی که در اونجا هست بدون شک اگر چنان چه پاکستان از او گروه های دشت افغان پشتیبانی نکنه افغانستان قادر است این مناطق را تحت کنترل خوش قرار بده و ما متعقین استم که پاکستان باید در رابطه اقدامات مناسبی را روی دست بگیره در غیر از این صورت پروژه بدون همکاری منطقوی بین کشورهای منطقه امکان تطبیق ازی با مشکلات عدیده روبرو خواهد شد آقای ناصرزاده منافع کشورها در نظام بندر در بر اساس تضادها و گفتمانها شکل میگرند چین در در اساس تضادهای سیاسی باشد یا تضادهای اقتصادی باشد یا تسلیحاتی و همین گونه کشورهای دیگری هم سعی میکنند که منافعشون در گفتگو حل بکنند یا در گفتگو تامین بکنن فکر میکنید که پاکستان که یکی از کشورهایی است که از طرف دولت افغانستان هندستان کشورهای منطقه به نفع متهم در ناامنی و و متهم به این است که با ایجاد ناهمنی در منطقه میخواه منافع اقتصادی به دست بیاره فکر میکنید که پاکستان معتقد به این شده که دیگر از نزای امنیتی بگذره و بیاید در یک گفتمان سیاسی و رو در رو و در واقع سلجوانه منافعش در منطقه تأمین بکنه؟ ببینیم چند, چند قبل آقای اشرفغانی یک پیشنهادی کرد یک اجماعی منطقوی را در اینجا اعلان کرد که باید یک نوع همسویی و همگامی بین کشورهای منطقه بدون پاکستان با وجود بیاید که اینا بتوانه از منافع مشترک خشتفا بکنه بر علیه آنچه که ترور و تروریسم است تهدیدات تروریستی یک موضع قاطع داشته باشه این امر باعث این شد که پاکستان تا اندازه به انزوا بگرایه و به این ترتیب ما شما شاهدی از این مسئله هستیم که در اسلام آباد وقتی جلسه در اونجا صورت میگیره پاکستان کوشش میکنه که خدا یک چهره سرخان نشان بده بدون هیچ گونه شک و شبه که اگر پاکستان بتوانه از طریق به وجود آوردن خشونت از طریق به وجود آوردن درگیری از طریق به وجود آوردن دویت به هدافش برسه به هیچ وجه از این اهداف خود دست نمیکشه اما آنچه اجماعی را که فعلا منطقه به وجود آمده کشورهای منطقه با کلی و به کلی واضی و آشکارا به این مساله معتقد کردیدن که تروریسم یک پدیده است که هم افغانستان هم پاکستان هم منطقه را و هم جهان را تهدید میکنه دیگر هیچ کس نمیتونه از طریق به وجود آوردن خشونت درگیری و از طریق ایجاد فضای روب و وحشت بتونه به اهدافش در رابطه با افغانستان و در رابطه با منطقه برسه ملت ما قربانی بیشمار تروریسم است سالهای متمادی است که پاکستان گروه های دهشت نه تمویل میکنه تجهیز میکنه داخل افغانستان ب... گسیل میکنه ولی چیزی آیدش نگردیده ملت افغانستان مقاومت کرده و تا با امروز مقاومت کرده و بعد از هم مقاومت میکنه یگانه رای حل که ما را با هم نزدیکتر میسازه او عبارت از منافع اقتصادی منطقوی است که یکی از این ها امی مسئله پایپلاین است که از ترکمنستان آغاز گردیده و تا هندوستان پایان ما می میکنم که زمینه سازی میشه در جهت فضای تفاهم گفتگو و دیالوگ با همی پاکستان چنان که اگر بخواهد که از این زیبا خود را بیرون بکشه چاره جز تسلیم شدن به خواست مردم منطقه که منافع خود پاکستان هم در اون است نداره سپاس از شما سپاس از شما آقای حالا این بحث همچنان ادامه داره اما پیش از آن یک میان برنامه کوتاه داریم دوباره برمیگردیم با ما باشید درود مجدد شما همچنان بیننده سرنوش به گونه زنده از نور هستید آقای سادات این پرسشم با شما در میان میگذاریم اینکه که موانی اصلی بر سر روی عمل شدن پروژه تاپی در طول 13 سال گذشته چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهین نستهیم سلام خدمت شما مهمان عزیز و همه بیننده های عزیز تلویزیون نور طبعا معلوم بر این است که افغانستان در چند دهی اخیر هم ناامن بوده و هم یک سلام مشکلات در درون دولت بوده است که حکومت ها با نداشتن برنامه و اساسی که بتونه روابط خاص کاری از نگاه دیپلماسی و از نگاه پیشرفت کاری بخش اقتصادی را اینا نتونستن در این مدت اینا محول بسازن و همچنان قلم اول کاری ما به امنی هسته که سرتاسر سر افغانستان ناامنی تهدید میکنه و در پهلوی از این نبود تخصص سالم و نبود برنامه ریزی کاری بر این حکومت اینا برنامه است که دامنگیری بعضی مشکلات هست که افغانستان صد میشه بر رشد اقتصاد افغانستان و همچنان برنامه ای که داشته باشه پیش کار باشه این مسائل مورد حمله قرار میته و زمان برای کارهای اساسی و عملی کند میسازه با توجه به این اشاراتی که شما داشتین فکر میکنید که با, با عملی شدن این پروژه عملی شدنی هست با توجه به با اهمیت بودن این پروژه برای کشورهای منطقه کشورهای از مثل افغانستان پاکستان هندستان چقدر میتونه این پروژه عملی شونده باشه این امکان داره که با توجه به ناامنی هایی که در افغانستان وجود داره در پاکستان و منطقه عملی شدن این پروژه چقدر ارزش میکنه این پروژه عملی میشه به خاطر از عملی میشه چون پاکستان نیازمند هستند برای این پروژه و پاکستان نیاز داره که یک سال درامت های به پاکستان باشه و همچنان برنامه آقای ناصر ز... آقای سادات پاکستان نیازمند این است که این پروژه عملی بشه ولی در 13 سال گذشته در بسیاری موارد پاکستان متهم به ناامنی ها در افغانستان شده هر از گاهی که کار پروژه تاپی آغاز می و این و دخالت پاکستان هم از طرف دولت مردان افغانستان جدی گرفته میشه و گاهی از هم متهم به اینکه نامنر در افغانستان جون میکنه در این ده سال گذشته چرا پاکستان اقدام نکرده که این پروژه عملی پروژه تاپی اگر ما محاسبه بکنیم قبل از سال یک سری موضوع جهان بحث میکرد و نیازمند شدید کشورهای زیرابت کاری که ضرورت داشتن به گاز و نفت میخواستن که پروژه از طریق افغانستان تمایل پیدا بکنه و پروژه عملی شوه و در اینجا جنگ های ناموزونی که در افغانستان شروع شد به سال 71 طرز کار اساسی از ایران و پاکستان در این زی داخل بودند تا بتوانند که بر مبنایی که یک مثال ما شما میگه آب خدک و ماهی بگی برای اصولیت افغانستان در گیر جنگ های شدید قرار گرفت و اینا هم نتونستن امروز چیزی <coughs> که میخواستن اردو بسازن و نتونستن رو کار بکنن بعدا محول شد به سالهای بعدی امروز چهار کشوری که بسازی سازی دخل کاری هستند خصوص پاکستان و هندستان برنامه‌ای که برای درآمد کلی از این منفعت برمیداره و همچنان ترکمنستان و افغانستان اینا فعلا به همی مبنا رسن که بعدی پروژه بعد به با شکل درست و به شکل اساسیش عملی گرده و در اینجا برنامه دیپلماسی که افغانستان داره و, م... و مسائل زیرابت کاری داره این بر مبنای اصول کرده کاری و بر مبنای تخصص همزی چند کشور می باشه که اینا بتونن با کدام منوال با کلم توسل ارتباط تخصصی و ارتباط کاری اینا بتونن مرحله عملی از را آغاز بکنن تا اینا بتونن به زیربت کاری که از آوان سالهای گذشته اینا بسیار نشونه گیر بودن در, در بخش پلان پلانیزم کاری اینا کار کردن و در بخش برنامه که چه گونه ای آغاز بکنن و حلقات کاری که بسیار مبنای بریزی بودن امین اصول کرتار اینا کار کردن تا به سنیزی که بتونن که عمل بکنن و آوازی بود چون تمیلگری زی پروژه بانک جهانی آسیایی هست اینا بر مبنای صحبت هایی که در جامعه بین میمیشت که افغانستان بعد از 2014 به خطرات جدی قرار میگیره اینا برای منوال هم کارهای خود آیسته کردن و متوجه زمان بدن تا زمان بر از مساعد شد تا بتوانند کار را به شکل عملیزی گسترده بساد و باز بکنن آقای سادات نف ایران در این آب کردن چی از چی مایره میخواه ایران از این آب بگیره؟ ایران میخواست که به اساس درامت کلی که از نفت از گاز خودش بود اینا میخواست که یک قرارداد کلی را با کشورهایی که مثلا زیربت کاری باشه اینا خودشون امضا بکنن و در مبنای ازی و میخواستن که از طریق پاکستان از طریق ایران برن در مرزهای پاکستان بعد برن در هندوستان زمانی که پروژه را تمویل از زیر صحبت کردن برنامه مصارف از صحبت کردن دیدن که مصارف گزافی از طریق خاک ایران به هندوستان میرسد دوباره کار توقف دادن و زمانی که مبنی برای ای کار شد یعنی از نگاه اقتصادی پول زیاد و پول گذاف کار بود در اینجا نا دوباره موضوع را رقم دادن دوباره خاک انتخاب کردن افغانستان انتخاب کردند تا به از طریق افغانستان به پاکستان و از پاکستان به هندستان به مو شکل امتداد پیدا بکنن به جاهای دیگری که اینا ضرورت حاد دارن ای مبنای اصول کاری از استفاده کردن از خاک خود ایران بود و استفاده کردن درآمد کلی هم مکس باشه با اقتصاد درآمد توزیع یا ارزدهی گاز به نفت ایران و همچنان صد شوه برای ای که به بتونه این منفعت افغانستان داشته باشه سپاس از شما قید آقای صادق آقای ناصر زاده با توجه به مسیر انتقال این پایپلاین گاز از طریق افغانستان به کشوری هندستان و پاکستان که از هرات میگذره و هرات هم, هم مرز با کشور ایران است آقای سادات فرمودند که ایران در این مدت سعی میکرد آب گلالوت کنه و ماهی خودش رو بگیره فکر میکنی نقش ایران در این پروژه چی هست میتونه باز هم اگر بخواه به بخوا با چالش کشانه باز هم میخواه خب آنچه که واضح و آشکاراست که این یک پروژه هست که منافع اقتصادی کشورهای منطقوی را در او تضمین میکنه در, ای در این مسئله کشورهای آسیای میانه منافع داره افغانستان منافع خاص خود را داره پاکستان منافع خاص خود را داره هندستان هم منافع خاص خود را داره بدون شک آنچه که ایران میخواست از طریق از طریق ایران گاز در رابطه با هندوستان صادر شد و او پروژه پروژه بسیار با, با مصارف بسیار انگفتی بود که کسانی که میخواستند در ای رابطه سرمایه گذاری, کردن، سرمایه گذاری علاقمندی در او رابطه از خود نشان ندادن و یک زمینه شد در جهت ازی که مردم متوجه پایپلین افغانستان شو و ما فکر میکنم که در این رابطه ای یک اقدام مثبت است و میتونه زمین سازی باشه در جهت رشد مسائل اقتصادی منطقوی که منافع تمام از این کشورها در این افته باشه وقتی که منافع تمامی کشورها در رابطه با یک پروژه اقتصادی نهفته باشه این خودش ما را در جهت به وجود آوردن ثبات در جهت به وجود آوردن صلح در جهت گفتگو تفاهم و دیالوگ به این مسائل کمک میکنه و ما فکر میکنم که یک اقدام بسیار مثبت است که چهار کشور از این منافع خاص خیش دارد آقای ناصرزاده با توجه با عملی شدن این پروژه گفتمان امنیتی منطقه‌ای را چگونه ارزیابی میکنید فکر میکنید که خوب کشورها نیازمند یک امنیتی ملی هستن و سعی میکنن امنیت ملی و به نوی برقرار بسازن این گفتمان را چگونه ارزیابی میکنید شما خب ببینین اون که منطقه را تهدید میکنه تروریسم است تروریسم یک پدیده ای است که افغانستان را منطقه را کشورهای آسیای میانه را جهان را تهدید میکنه در, در مبارزه علیه تروریسم منافع بسیاری از کشورها در این افته است ایران را هم تروریسم تهدید میکنه کشورهای آسیای میانه را هم تروریسم تهدید میکنه اگر ما بخواهیم یک جبهه فرامنطقوی ضد تروریسم را به وجود بیاریم که در او منافع تمام کشورها نفته باشه برای به وجود آوردن ثبات برای مبارزه با ترور و تروریسم برای مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر اینها مسائل مشترکاتی است که بسیاری از کشورها در این مساله میتونه با هم تفاهم داشته باشه گفتگو داشته باشه و آن پدیده ای که جهان را تهدید میکنه منطقه را تهدید میکنه در مقابل از او یک از یک موضع واحد یا از یک موضع سالم موضع بگیره و آن دست کشورهایی هم که علاقمند هستند از طریق به اصطلاح تربیت تمویل تسلیح های تروریست به اهدافش برسن اونها هم باید بیشتر از این درک بکنن که دیگر روحیه جهان منطقه و کل uh, جهان در ارتباط با این مسائل حساس شده و دیگر کسی نمیخواه که از طریق تروریزم بار دیگر کشورشان مورد تهدید واقع شود و دیگران در مقابل از او بیتفاوت بشنند اجماع منطقوی که در این منطقه چندین بار جناب آقای اشرف اعلان کرد در مبارزه با تروریزم این میتانه سودمن واقع شود اجماع جهانی در رابطه با تروریزم میتانه بسیار سودمن واقع شود و اینا زمینه ساز تفاهم گفتگو گفتگوهای سیاسی در رابطه با مبارزه علیه تروریسم است که منطقه را و جهان را تهدید میکنه سپاس از شما آقای نصرزاده، آقای سادات در نشست کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد که رئیس جمهور غنی اشتراک داشتن تاکید بیشتر کشورها از جمله رئیس جمهور افغانستان بر این بود که باید در منطقه ما یک روند همگرایی منطقه‌ای را ایجاد بکنیم در کش... در منطقه عملی شدن کار پروژه تاپی چقدر میتونه این روند کمک کنه برای روند همگرایی منطقه چقدر میتونه تسریع ببخشه ها تشکر روند کار تطبیق پروژه تاپی منحط میشه به داشته های کشور افغانستان و پاکستان در اینجا زمان که پاکستان در هر روند پیشرفت که افغانستان می داشته باشه طبعا صد رای قوی ایجاد میکنه به خاطر که اینا نت, نت، نه تنها که توازن داشت های افغانستان اینا مورد هدف قرار میگیره بلکه درآمدی که بر افغانستان چی گونه از نگاه اقتصادی افغانستان بلند بره اینا رو هم کنترل میکنه ولی خوشبختانه که موضوع پروژه تاپی منفعت کلی هست نه تنها منفعت افغانستان بلکه منفعت پاکستان منفعت هندستان موضوعی که در رابطه به مسائل امنیت در افغانستان در که چند وقت پیش در پاکستان بود ای اینجا پاکستان خواست که بر, جهان خود نشان بده که ما همچون برنامه داریم ضد توریسم ما مبارزه میکنیم ولی جهان خواب نیست جهان میفهمه که تولید توریسم که از طرف کشورهای با صلاحیت کشورهای پیشرفته کشورهای قدرتمند هست به اجاره داده میشه بر پاکستان با پاکستان هم پروژه را تطبیق میکنه و تا که پروژه های بزرگ کشورهای قدرتمند جهان در درون پاکستان تولید میشه و پاکستان استقبال میکنه و از طریق پاکستان همور میشه بسیار مشکل است که ما داشته های پیشرفت خود در افغانستان ما منتظر باشیم و اگر جهان بتونه در صورت کل به این مبنا باور بکنه که تروریسم از طریق پاکستان بر کشورهای همسایه کشورهای دیگه ای وصل همور میشه بتونه فشار کلی بر برای پاکستان ایجاد بکنن در اون صورت ما میتونیم که روند پیشرفت کره رو در سطح جهان در سطح آسیا ما داشته باشیم ولی امروز بدبختانه که پاکستان با ترفندهای بسیار بزرگش با ترفندهای بسیار سنجیده شدیش داره جهان مثل بازی میتند و همچنان آنچه که بسیار روکرد کاری است بر ضد دولت ها اینا در داشته های خود پاکستان هست و بستر آرام و بستر گرم برشت توریسم و سد بسیار بزرگ برای امنیت کشورهای همسایه اینا قرار میگیره و همین جس که ما نمیتوانیم از یک دیدگاه ما که برای تطبیق پروژه تاپی ما به یک هویت کلی یک, 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 یک اعتماد داشته باشیم و سوی دیگر وقتی ما پاکستان در سالهای متمادی ما مطالعه کردیم ما در اینجا هم نمیتونیم که باور بکنیم بر پاکستان که صد فیصد در قول خود در مهداف خود پاکستان استاد است و بتونه یک راه کرده درست یک راه درست برای پیشرفت کاری برای تطبیق امزی پروژه استفاده بکنه و در جای دیگه که بسلا ما ملاحظه میکنیم پاکستان امروز هر جایی که نفش باشه همونجا پاکستان حرکت میکنه میده چی از نگاه تروریسم نفش باشه چی از نگاه روشنفکری نفش باشه چی از نگاه دیپلماسی از سیاسی نفش باشه در اونجا پاکستان حصه میگیره و اونمو پروژه را میتونه پیش ببره و اینجا هم رقم بلند هم پاکستان از این نفع میبره هم بر درامت اقتصاد کشورش است هم کار برای مردمش ایجاد میشه هم یک ربط اساسی در داخل هندوستان پیدا میکنن و این پروژه ان تطبیق میشه و زمان کار داره آقای ساداد، نقش کشورهای غربی که در افغانستان حضور دارند، از جمله ایالات متحده امریکا و سازمان ناتو در ایجاد این گفتمان همگرایی چگونه ارزیابی میکنید فکر میکنید اینها که خودشان برای مبارزه با تروریسم آمدن چه نقشی را میتوانند بیافرینند؟ زمانی که ما آدرس نام مبارزه بر علیه تروریسم میشیم بعد در ایجاد تروریسم هم ما باید فکر باید بکنیم که ایجاد تروریسم سوقدهی تروریسم که از که بسلا به نام طالب و به نام داعش و به نام این آن در مجموع تروریسم ما حساب بکنیم اینا از کجا حمایت میشه از کجا بسلا شیرازی حرکت از پیدا میشه بر کدام مبنا اینا کار میکنن در اینجا اصول کرد بر ما پیدا میشه و ما میفهمیم که از کدام مبنا اینا آب میخورن امروز جهان تهدید میشه از آتس تروریسم امروز جهان تهدید میشه از آتس چیزی که بسنا خرابکاری ها در جهان ارائه میشه اینجا ما اصول کرده کاری که بر از مبنا رقم میخوره ما میفهمیم که پاکستان یگانه کشوری است که در سطح نزدیکتر به افغانستان یعنی که سطح درشت و سطح بلند امنیت در افغانستان میشه و همچنان تولید توریسم در اینجا جان میگیره ما باید ببینیم بی که آقای اسامه بن لادن از کجا پیدا شد مولا عمر در کجا بود این جنگ پیشتری که بسیار در خاک پاکستان بود بچه می بود چرا در اونجا هست اینا نشانه هایی است که پیش خردمندان سیاسی و خردمندان جامعه شناسی و خردمندان زی دخل کاری اینا می که اصل و اساس تروریسم ریشه یابی زی برنامه ریزی زی از کجا سرچشمه گرفته کجا حرکت میکنه و بالاخره در کجا رقم میخوره سپاس آقای ساداد از شما آقای ناصر زاده این که پاکستان با ترفندهایش جهان را بازی می نگاه شما نسبت این مثلا چی است خب یک چیز واضح و آشکار است که پاکستان یک سیاست دوگانه را در ارتباط با جهان و در رابطه با افغانستان روی دست دارد از یک طرف افراد ملکیشان ادعا میکنه که دشمن افغانستان دشمن پاکستان است و از طرف دیگر نیروهای نظامیشان با ارتباط تنگاتنگی که با گروه های شرارت پیشه با گروه های تروریست دارن آنها را تمدیل میکنه تجهیز میکنه وارد افغانستان میسازه و از اونها پشتیبانی میکنه این یک واقعیت عینی ملموس و قابل درک است و متاسفانه از سیاست های کلی ایالات متحده امریکا در رابطه با کل جهان که یک سیاست کاملا معقول منطقی و قابل قبول برای ملت افغانستان نیست نیز کمک میکنه پاکستان تا از امتیازاتی که ایالات متحده ای امریکا تحت نام مبارزه علیه تروریزم با نام متعزی امتیازات نیز استفاده بکنه و امکانات بسیار وسیع پاکستان در طول سالهای متمادی تا امروز از ایالات متحده امریکا دریافت کرده و ادعا داره که در مبارزه علیه تروریزم همگام با جهان حرکت میکنه در حالی که ما شاهدی از این مسئله هستیم که در داخل افغانستان نه تنها در جنوب افغانستان که امروز در شمال افغانستان هم نیروهایی را در اونجا بسیج کردن امکاناتی را در اونجا سرازیر کرده که خودش یک نوع تهدیدات امنیتی را در رابطه با افغانستان به وجود آورده است مسلما این است که سیاستی که در رابطه با افغانستان نیروهای نظامی پاکستان روی دست میگیره ای در مغایرت با خواست مردم افغانستان است و چون در مغایرت با خواست مردم افغانستان است این ملت مظلوم و ستم دیده ای ماست که قربانی میته و چاره جز مقاومت در مقابل یک تجاوز جنایتکار چاره دیگری ندارد سپس آقای ناصرزاده این که منافع پاکستان در این است که باید از پروژه تاپی حمایت کنه و پروژه تاپی کمکان عملی شود و اما بحث دیگر این است که پاکستان همچنان تروریسم را در شمال افغانستان تقویت میکنه و از اینها حمایت میکنه با توجه به این مسئله فکر میکنید که این بخش افغانستان را امن میسازه و بخش دیگری افغانستان که شم... منظورتون شمال افغانستان است همچنان از تروریسم حمایت خواهد کرد خب دهی جای شک و شبه نیست که پاکستان در رابطه با نامسازی افغانستان رول عمده و اساسی را داره. اما سیاست منطقوی که فعلا به وجود آمده یعنی پروژه های اقتصادی که منافع بسیاری از این کشورها در این وفته است این اقدامات به خاطر از روی دست گرفته میشه تا این اقدامات بتوانه امو فضای تنش که بین اکش... که بین کشورها به وجود آمده او فضا را به یک حالت اقتصادی تبدیل بکنه که در حالت اقتصادیش منافع کشورهای پاکستان هندوستان کشورهای آسیای میانه و افغانستان هم دو افته باشه قدر مسلمی است که چنانچه اگر سیاست های کلان ایالات متحده امریکا در جهت این باشه که امنیت در داخل افغانستان به وجود بیا و مبارزه علیه تروریزم را واقعا به صورت جدی روی دست بگیره مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر روی دست بگیره بدون شک که مسائل افغانستان بسیار بزودی حل خواهد شد اما اگر چنان چه سیاست های ایالات متحده امریکا فرامنطقی باشه و همچنان در جهت با اصطلاع با وجود آوردن تنش در جهت با وجود آوردن درگیری های در اینجا و آن جای جهان باشه بدون شک که ما هم قربانی از این مسائل هستیم که پاکستان وسیله میشه در جهت تطبیق اهداف کشورهای بزرگ و متاسفانه این ملت ما که قربانی میشن سپاس از آقای صادق اینکه پاکستان با قربانی دادن با قربانی کردن شمال افغان... امنیت شمال افغانستان میخواد پروژه تاپیر عملی کنه شما موافق هستید با این بس ما میخوایم روی اصل موضوعی که چرا در افغانستان می موضوع ها هست ما نمیتونیم روکرد کلی کلی کل پاکستان بندازیم در اینجا 80 فیصد مردم افغانستان ملامت است 20 فیصد پاکستان ملامت است به خاطر چی که به خاطر زی که افغانستان بعد بسازه خدا مردم افغانستان باید به سوی یک ملت حرکت بکنن تا هر قدر که ما خب خدا بگیریم هر قدر که ما بسلا از،, از, همبستگی خود دور شویم ما قدر ظلم برای ما چیره میشه و ما تحت برنامه های کلی ظلم و استعمار ما خورد و خمیر میشیم امروز برای ملت افغانستان باید یک آگاهی کلی داده شده که مردم دیگر بس از تبعیض دورنگی ها و نجات ها امروز از هر واجب تر از همه چیز امروز لازم است که مردم با افغانستان به سمت برنامه‌ریزی ملت‌سازی حرکت بکنن هر چی که بسات داشته و داشتن اونها رو فراموش بکنن و حرکت بکنن به اجماع ملی که بتونن در صورت کل همه افغان با یک صدا با یک آواز فقط افغانستان فقط مردم با افغانستان صدا بکنن ما اگر معلومات بکنیم 100 پاکستان این هم مشکل خود ما هست درست است که پاکستان نام مثل افغانستان ولی چرا مردم یک قیام ملی به سر نمیندازن نمی همی چند روز ملی پیش ملی. چند روز پیش که مردم همه یک دست شدن برای تروریسم مردم صدای بکنن دولت خود تقریب بکنه رودوی ملی را پلیس تقریب بکنن و با یک صدا حرکت بکنن و دولت هم حکومت هم باید سردمدار مردم باشد در خط اول باید حکومت قرار داشته باشد رئیس جمهور رئیس اجرایه اینا کسایی هستند که مردم جهدهی بکنن به سوی سالمیت سازی ملت سازی حرکت بکنن امروز ما در هر گوشه و در هر کنار که ما میریم بینیم جز ضعف نداشتن یک ملت بزرگ است و هر کشوری که بلند است هر کشوری که قوی است هر کشوری که میتونه رشد بکنه هر کشوری که امنیت به وجود بره در قدم اول اونا ملت سازی دارن همین خود پاکستان داخل داخل پاکستان میرین مردم پاکستان واقعا خدمت بر مردم افغانستان کردن. چندین سالی که در اونجا مردم مهاجر است، این یعنی مردم به پاکستان واقعا خدمت کرد بر مردم افغانستان یا مردم ایران یا مردم های دیگه. ولی در اینجا سیاست های ناموزون پاکستان واقعا یکی از اجرایی که به در افغانستان دارن، اونایی که بسیار خود فروختن در مقابل کردار در مقابل دلار، اونا که دشمن دشمنی با مردم خود میکنه، اینا کلی رقم بلند است که افغانستان در خطر بسیار جدی قرار میده و امروز ضرور است که از همه برنامه ها مردم برنامه ملت سازی را کار بگیرن. چی به هر نوع قربانی که باید بتن باید ملت بسازن هر کسی که زیر کاری قرار میگیره هر کسی که سر قراول از این موازنه قرار میگیره امروز لازم است که مردم افغانستان یک ملت بسیار بزرگ از خود نشان بدن و حماسه هایی که از خود آفریدن این حماسه را امتداد بدن تا بتونن که باز مثل گذشته ها پاکستان جرأت زیر پیدا نکنه که به سوی یک افغان نظر بد داشته باشه سپس. و به این موضوعی که شما فرمودن واقعا تغییر جغرافیایی جنگ از جای دیگه در سمت شمال اینا هم تحت برنامه خاص خود قرار داره امروز ما بیایم ببینیم که در سمت شمال وقتی که یک زلاله از ناامنی نشانگیر میشه چرا حکومت افغانستان نمیرده موجه اونا را در, در گلو خفه نمیکنه در نطفه خفه نمیکنه امروز در بغلان سر و صدا بسیار زیاد است که در اینجا دایش آمده بیادر اینی کار اینی کار اینی کار میکنه ولی ما تانوز ندیدیم که کسی بره قوی بسیار بزرگ بره او را بکنه میشه دولت افغانستان حکومت افغانستان تا که اونا حمله بکنن ست نفر از بین ببره اقتصاد امو منطقه را تا تاثیر قرار بده چور چبل باز بعد از او ما مجبور هستیم بریم ست ها کشته دیگر را بتیم ست شهید بدم تا ما دوباره منطقه را پس بگیریم هر حرکت هر کار از نشانه اول آغاز میشه و اگر نشانه اول ما مد نظر نگیریم طبعا این نشانه بزرگ, بزرگ میشه و خطر جدی بر جامعه افغانستان از شما آقای با توجه به اینکه تروریسم یک خطر جدی برای کشورهای منطقه است چین و کشور روسیه تروریسم را مخصوصا گروه داعش دا را به عنوان یک خطر جدی در منطقه توصیف کردند این کشورها می توانند در عملی شدن کار پروژه تاپی و ایجاد روند همگرایی در منطقه بی نقش باشند و اگر نقش دارند نقش از اینو در چه حد می توانند تاثیر گذار باشند هر اقدامی که باعث بوجود وجود آوردن امنیت در رابطه با افغانستان بگرده این مسلمان که منافع منطقه در این افته است خود با وجود آوردن امنیت در داخل افغانستان در واقع مبارزه علیه تروریسم است تروریسم پدیده است که هم افغانستان را و هم کشورهای آسیای میانه چین روسیه تمام کشورها را تهدید میکنه اما در رابطه با کل جهان متاسفانه دیدگاه مشترک یک تعریف مشترک بین کشورهای جهان در رابطه با مبارزه مبارز علیه تروریسم و در رابطه با تروریسم وجود نداره شما ببینید در, در در کشورهای مثل عراق و سوریه در اونجا وقتی که روس ها میخواین بر علیه داعش عکس نشان بده مورد عکس کشورهایی کشورهای قرار میگیره می که خودشان ادعای مبارزه علیه ترور و تروریسم را داره این خودش نشان می که هنوز هم یک هماهنگی درست و یک اراده قوی در جهت مبارزه علیه ترور و تروریسم به وجود نیامده و همین مسئله باعث میشه که ما در بسیاری موارد قربانی توطئه‌های های بین المللی بگردیم ولی آنچه که به ملت افغانستان و به دولت افغانستان برمیگرده دولت افغانستان باید بیشتر از پیش در جهت تقویت نیروهای امنیتیش اقدامات رو روی دست بگیره در جهت حکومتداری خوب برنامه های منظم را روی دست بگیره وعده هایی را که در دوران انتخابات با مردم افغانستان داده در جهت عملی ساختن از اینها اقدام بکنه کمیسیون نامنهادی که در رابطه با انتخابات تقلبات بزرگی را به وجود آمده در این رابطه باید با اقدامات را روی دست بگیره تا یک نو فضای اعتماد بین ملت بین ملت افغانستان به وجود به در مبارزه علیه تولید و قاچاق مواد مخدر اقدامات را روی دست بگیره یعنی ما به هر اندازه ای که در سیاست داخلی ایمان موفق باشیم به با مو اندازه میتونیم که هم در مذاکرات اقتصادی موفق باشیم و هم در مذاکرات سیاسی که در رابطه با و یا مبارزه علیه ترور و تروریسم میشه از این موافقت ها نصیب شویم و میتونه ما را بسیار تقویت بکنه تا از یک موضع قوی تر خوب تر و بهتر صحبت بکنه سپاس از شما آقای ناصر زاده آقای افغانستان نسبت به همه کشورهایی که در این پروژه سهم دارن تکلیفی بیشتری داره تکلیف دولت افغانستان مکلفیت دولت افغانستان این است که تامین امنیت بکنه افغانستان تا این پروژه بتونه با موفقیت انجام شوه دولت افغانستان توانایی نداره داره که تامین امنیت بکنه افغانستان را و مسیر انتقال این پایپلاین را متاسفانه که فعلا حکومت افغانستان تامین امنیت خود کردن نمیتونه و تروریسم جنگ های هنگ هیچ اراده نمیشه هیچ اداره نمیشه و در تمام کشورها ما میبینیم که فرانسه کشوری تمام ایار بود امنیت بود ولی در در فرانسه در آمریکا توریسم اقدام کرد ولی افغانستان که همسایه نزدیکش پاکستان است که تولیدگرش بسیار آسان است و زود تولید میکنه روان میکنه یعنی ترافیک توریسم در افغانستان نزدیکتر و بهترتر است در اینجا مشکل زیاد حکومت اف... افغانستان داره چند مشکل خاصی که سرای حکومت افغانستان هست اول نداشتن یک برنامه وسیع در داخل خود حکومت هست برای از بین بردن تروریسم حال ما ببینیم بی بی که در هر جنگی که وقتی که اقدام میشه دفاع می از حریم افغانستان در اونجا ناامه ها اضافه میشه نمیفهمم که از نگاه تخصصی هست یا اندن همی کار میشه اینا مشکل زیاد است در افغانستان ولی اگر در پروژه تاپی حکومت افغانستان در قدم اول امنیت مدنظر نگیره یک باخت بسیار بزرگ یک یک یک, یک شکست یک افت بسیار اقتصادی بسیار بزرگ برای اقتصاد افغانستان میشه و ما نمیتونیم این مزید هایی که بسیار در زمینه برای ملت افغانستان یا برای اقتصاد افغانستان یا برای حکومت افغانستان ایران میشه ایره ما نمیتونیم به دست بریم و ایره از دست میتیم در اینجا مبنای کاری برای حکومت افغانستان همین است که باید با تمام دقت خاص همین منفعت بسیار بزرگی که سرازیر میشه به افغانستان یعنی اشاره شده و الحمدلله عملی هم میشه ایره بتونه به شکل درست و به شکل واضی و به شکل اساسی شان چی که برای جهان وعده کرده ایره بتونه حکومت افغانستان با بلندترین اعتماد با بلندترین اعتبار ایره جهدهی بکنه تا که پروژه های دیگی که در سر راه از اونا هم جرات بگیره و از نشانه هم به و اقتصاد مردم افغانستان در بلندای ارزشمندی خود برسه و هم کار بر مردم افغانستان اضافه میشه و هم امنیت اضافه میشه و همچنان در پلوی ازی ما میتونیم که حکومت افغانستان بنایت یک بهترین حکومت در آسیا و در جهان معرفی میشه در روزگاری ما در قرن 21 انرژی به عنوان یک اه اه مفهومی خیلی بلندی در روند توسعه اقتصادی جهان قرار گرفته با توجه با, با, با اهمیت خواندن پروژه تاپی در منطقه فکر میکنید که پاکستان، هندستان و اینها متحد به این هستند که برای توسعه اقتصادی در کشور خودشان از این با تمام از این پروژه حمایت بکنند پروژه تاپی یک پروژه بالاتر از سی, ساله هست که قدم به قدم اینا ارزیابی شد در هر ده سال اضافه شده میره یعنی اگر آغازین از این پروژه با از افغانستان به شکل سالم بره به پاکستان و از پاکستان به شکل سالم بره به هندوستان و به شکل جریان اعتماد قوی اقتصادی از افغانستان برای یک شورا ارائه میشه و این پروژه است که الحمدلله پروژه حتما بارور میشه و حتما عملی میشه به هر قیمتی که شوه این حکومت افغانستان باید جا بفته و این پروژه را از دست نده خدا کنه که در یک روز صدها مخالف از بین بره صدها به صد دایش یا صدها طالب مردار شوه و ما نیروی بزرگ و قویی که در زمره کاری خود ما داریم مثلا اردوی ملی قهرمان ما است اگر امنیت ملی قهرمان است پلیس ملی قهرمان ما هسته اینا شجاعانه از حریم افغانستان دفاع بکنند و این پروژه را باید حکومت افغانستان حتمی و ضروری باید به شکل درست و به شکل سالمش تعقیب بکنه تا داشته های وسیع س... افغانستان بر مبنای توانایی بر جهان ملاحظه شد و جهان بتانه که کمک های دیگی که به سامزی مسیر ارائه میشه پروژه کاس یک هزار داریم پروژه دیگه داریم خطرا داریم اینا تمیل شد و اینا هم اعتماد پیدا بکنه به شکل بلند و به شکل درست از افغانستان او بکنه سپاس از شما آقای سادات آقای ناصر زاده به عنوان رای حل مسئله یا در واقع همین جنبندین بس که موانی اصلی بر سر راه عملی شدن پروژه تاپی ناامنی بحث تروریسم و ناامنی در منطقه بوده راه حل مسئله چی است با توجه به این با امنیت خواندن جدی بودن ناامنی در افغانستان راه حل مسئله چی است راه حل مسئله ای است که دولت افغانستان و که ایشان در جهت حفظ امنیتی از پروژه باید اقدامی روی دست بگیره که تضمین برای امنیتی پروژه باشه زیرا این پروژه منافع کشورهای منطقه را با هم گره می تا و زمین سازی می شه در جهت از که ما بتوانیم پروژه های آمول منفی خوبتر بهترتری را در رابطه با استفاده از آب هایی که بین کشورهای مختلف افغانستان و همسایه های افغانستان است از این مسئله استفاده بکنیم این خودش کمک میکنه ما را در جهت از این که همون فضای تنش را ما ببریم به سوی فضای رشد اقتصادی که در اونجا هم منافع مردم افغانستان هم منافع پاکستان هم منافع منافع هندستان و هم منافع کشورهای آسیای, آسیای میانه در اون است من فکر می کنم یگانه رای حل معقول و منطقی است که دولت افغانستان حد اکثر استفاده را در جهت حفظ امنیت از پروژه روی دست بگیره نیروهای امنیتی خشت تقویت بکنه و منطوری که قبلا گفتم در جهت به وجود آوردن با اصطلاح حکومت داری خوب تلاش بکنه و این خودش زمینه سازی از این میشه که ما اگر بتوانیم در رابطه با افغانستان کار را تخلیق بکنیم در رابطه با افغانستان آیدات را به وجود بریم هر اندازه که یک پروژه اقتصادی درازمدت در داخل افغانستان تطبیق میشه به همون اندازه یک باری کلانی از دولت افغانستان به اصطلاح کنار زده میشه و همچنان ملت افغانستان که بیکار هستند یک تعداد زیادشان بی کار درخواست کار میکنه میتونه با م... با, با های کاری از این مسائل مستفید بگرده و این به نفع است تکلیف کشورهای هز این پروژه چی است کشورهای منطقه مثل هندستان و پاکستان و افغان پا... پاکستان و ترکمنستان کل میشه؟ کلی کشورهای منطقه منافع خاص خود را داره در دا این رابطه این باید اونمو اجماع منطقوی که در جهت حل... حل... حل راه حلی که اینها پیشنهاد کنند برای عملی شدن کار پروژه تاپی چی است؟ منظور این که رای حلشون چی باید باشه؟ <تصفح> راه حل چی است که اینا متحدانه در جهت مبارزه علیه ترور و تروریسم اقدامات را روی دست بگیره؟ در جایی که از اونجا به اصطلاح آغاز میشه تا جایی را که انجام میرسه به هر یکی از مناطقی که مربوط از این کشورها میشه در جهت حفظ امنیت از اونها اقدام بکنه و همچنان پروژه های عامل دیگری را که باعث به با اصطلاح پیشرفت اقتصادی بین از ای کشورها بگرده این را باید روی دست بگیره این خودش زمینه سازی میشه که ما امو فضای تنش را به سوی فضای مسالمت آمیز رشد اقتصادی تبدیل بکنیم سپاس از شما آقای ناصر زاده آقای سادات به عنوان جنبندگی اگر این پرسش با شما در میان بگذاریم پاسخ شما درست کشورها همیشه زیربت مشترک هستند یعنی زمانی که سرمایه گذاری میشه همه چهار کشور مشترکانه و مساویانه مصرف میکنن و همچنان مساویانه مفاد میبرند در اینجا ضرور هست که بر مبنای نشست کلی بر رسیدن به اهداف و بعض داشته هایی که بسلا برای زی موضوع به کار که در قلم اول امنیت است باید کشورا با افغانستان همکاری بکنن تا بتونن که برای به شکل واقعی به شکل درست به می پروژه دست پیدا بکنن و بتونن از مبنای درست استفاده کردن و رسیدن به موافقت این پروژه را اینا تمویل بکنن و به شکل درست و به شکل اساسیش بتونن که این پروژه را علنی عملی بکنن تا بتونن خود داشته باشه و در این موضوع کشورهای غیر از افغانستان اینا موضوعهای کاری خود به ربط زمان اینا ایور میکنن در هر زمان هر کاری که باشه اورا در اقدام میکنن سپس. ولی افغانستان ما مشکلات خود زیاد داریم ما نمیتونیم که زمان با کار شناخت بتیم یعنی بافت بتیم ما نمیتونیم که به هر زمان کدام کار کرد و در اینجا حکومت افغانستان بر مبنای اصولیت در درایتی که بستاد دارن یا داشته باشن یا اگر ندارن پیدا بکنن بتونن به این مبنایی که بستایی زمان بر ها رسیده این به شکل درستش نه به شکل تخصیص و به شکل ملی حمایه سمان. بکنن و عملی بکنن تشکر و آخری بحث این که موانع اصلی بر سر عمل نشدن پروژه کار پروژه تاپی در 13 سال گذشته ناامنی و بحث تروریسم بوده و اما راه حل این است که یک گفتمان منطقه در, در پیوان به مبارزه مشترک با تروریسم ایجاد شود و کشورهایی که به نحوی از آنها از پروژه تاپی سهم میبرند دارم از شما بیننده های گرامی که تا با ما بودید و از سپاسگزارم از میمانان گرامی آقای سید نبی الله سادات استاد اقتصاد در دانشگاه و محمد شریفی ناصری‌زاده کارشناس امور سیاسی تا دیدار بعد بدرود